فیلمی دیگه میخوام آموزش درست کردن یه جور سالسا رو بهتون بدم که کبابی و دودی هستش. واسه این کار ما احتیاج به پیاز کباب شده داریم که اونو به شکل خاصی ما درست میکنیم. برم هم توی دوباری داد میزنم با پوست شنگران هم نباشه که نسوزه و خراب بشه. بعد فلفل داریم، از این فلفل بزرگ استفاده که البته این شیرین تون نیست، شما میتونید فلفل دلمه‌ای هم استفاده کنید. این پیاز وقتی که اینجوری پخته میشه خیلی آبدار و کارامل میشه و خوشمزه، مغزش قشنگ شیرین میشه، دورش یه لایه نازک هم میسوزه، اصلا چیز خاصی نیست، یه طعم دودی خیلی خوبی میده. من اونجا این نکته رو هم اضافه کنم که من از این روش برای درست کردن املت دودی هم میخوام استفاده کنم. این قسمت جفتش مشترکه، برای اگه توی فیلم این دو قسمت رو همزمان با هم دیگه دیدین به سوال براتون پیش نیاد، برای صرف جوی توی فیلم برداری من هر دو قسمت رو یه جا با هم استفاده کردم. نکته که توی کباب کردن اینا بعد اضافه کنم اینه که هیچ وقت نباید اینا رو باد بزنید زباله رو، مریضا با حرارت خودش آروم آروم این به پزه من کبابی بشه. خب بیازه می به این شکل در اومد، این که باید بافتش نرم بشه اینجور به این شکل در بیاد، سفت نباید باشه. خود فلفل ما هم به این شکل در اومده، نظر دیده که به پزه دیگه آماده است. خب فلفل ما کباب شد. من یه تکنیک خاصی بهتون نشون میدم، به نصف این که از زغال برداشتیم اونو توی کیسه فریزری پلاستیکی بندازیم و بذاریم 10 تا 15 دقیقه حتی 20 دقیقه توش بمونه. وقتی که این تو میمونه پوستش قلفتی در میاد، خیلی راحت بدون دردسر. اگه این کار نکنیم پوستش خیلی سخت در میاد و موقع خوب کردن اذیتتون میکنه. من اینو میذارم تا آماده بشه. همونطور که میبینیم قارچه ما به این شکل در اومد و پیازمون هم به این شکل، نه که خود فلفل مونه. این قسمت هم دوباره مشترکه با درست کردن سالسا و اومد. حالا قارچش در قسمت سالسا هست میشه. که فلفل ما به این شکل در اومده، پوست ویتی که قشنگ در میاد. اگه تو نایلون نمیذاشین این پوست رو شما نمیتونستین در بیارین. قشنگ کبابی شده و خیلی عالی و خوشمزه. این فلفل دلمه‌ای یا حتی فلفل تندتون هم به همین شکل کبابی کنین و پوستش بکنین و بعد توی بلندر بریزیم و باش غذا درست کنیم. خیلی طعم غذا رو عالی میکنه. البته تخماشو در نیاوردم هنوز، شما میتونین قبلش این کار بکنیم. اینو به این شکل خیلی قشنگ و عالی این کباب شده و در اومد. خب حالا اینو سر وقت پیازمون، پیازمون هم ببینیم که این روی لایه رویش رو میکنیم. البته من پیاز درشت نداشتم، پیاز کوچیک استفاده کردم، هرچی درشتر باشه به صرفه تره. این کاملا این پخته نرم شده، یه طعم دودی خیلی خوبی هم گرفته. این هم خیلی ساده، بعد هم یه لایه نازکه رویش میسوزه، تمام لایه زیرش سالم باقی میمونه. من براتون پوست میکنم که بهتر ببینیم.
اینا رو حالا زیر شیر آب میشوریمشون و این زغاله و سوخته و پوسته های سوخته کامل پاک میشه. این چیز مهمی نیست. خب این تا اینجا مواد ما آماده شد، پخته شد، میریم تا مرحله بعدی. خب ما فلفل همونی کباب کردیم، حالا اینا رو ریز ریز خوردشون بکنیم و درست کردن سالسا. شما میتونید اینو لای ساندویچاتون بذارید که خیلی خوشمزه میشه، اینکه با چیپس ذرت بخورید بشه به صورت اینکه تناقلات خیلی خوشمزه. اگه تند هم دوست داری میکنیم یه دونه فلفل تند کوچیک رو هم کباب کنیم و هم باتیم بکنیم، یه هم طعم خوب میگرم که تندی خوب دارم. خب من این فلفل همون خورد کردم، دو رنگ متفاوته، شما میتونید از چندین رنگ استفاده بکنید که خیلی قشنگ‌تر میشه. نارنجی هست، بنفش هست، زرد هست، قرمز هست، سبز هست. برای مهمونیاتون میتونید ترکیب این رنگا رو با هم استفاده کنید. خب پیاز هم داشتیم که ما اینا رو کبابی کرده بودیم، خیلی طعم خوبی میگه. ببینید به این شکل تمام مغزش پخته، ولت کاراملی و شیرینی کمی پیدا کرده، خیلی اینا خوشمزه میشه. من هم ریز ریز خوردش میکنم. یازا رو من اضافه کردم به این شکل شد، تناسبش ببینید که اینقدره، نه کمتر باشه نه بیشتر. حالا یه سه تا زیتون هم من خورد میکنم، بهش اضافه میکنم. البته دستورش نداره ولی من خودم میزنم چون طعمش خیلی خوشمزه‌تر میشه. خب زیتون هم اضافه شد، حالا نوبت سبزیشه. من از گشنیز استفاده کردم ولی اصلش بازم فرق میکنه از جعفری استفاده شد. من چون گشنیز رو بیشتر دوست دارم از اون استفاده میکنم. این کاملا ریز ریز خوردش میکنم. اما تا از این اندازه باید کمتر باشه، من چون عطرش بیشتر باشه سبزیش رو بیشتر گرفتم. خب سبزی هم اضافه شد، حالا نوبت اضافه کردن ترشیه. شما میتونید یا از سرکه استفاده کنید، یا از لیمو استفاده کنید، یا از لایم استفاده کنید، یا سرکه بالزامیک، هر چیزی که دوست دارید. من این ترش داشتم، لیمو رو میرزم. حالا نوبت ادویه است، کمی ریش فلفل اضافه میکنم، فلفل سیاه. کمی هم بهش نمک میزنم. این از ادویه های مکسیکی هم استفاده کنیم، مثل فایتا. اگه بسیم بیشتر طعم بگیره میتونی یه ذره بهش زیره بزنیم، بد نمیشه. بعد اینکه درست شد حتما اینو یکی دو ساعت توی یخچال بعد بزنیم تا مزه دار بشه، بعد استفاده کنیم. نه الان من میذارم توی یخچال، بعد برش میدارم و بهتون نشون میدم که به چه شکلی در اومده. خب سالسا ما آماده است، مزه گرفته و خوب شده. والی